کارزار سرنگونی شماره 1، مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی، مسعود رجوی، 7 اسفند 1391. در مورد آلبانی. بگذارید از وسط همه این نمونه ها یک نمونه آلبانی را الان برایتان بگویم. یک عکسی را نشان میدهم ببینید، بعد به توضیحات من گوش بدهید تا ببینید که مریم چه کرده است در این یک سال گذشته. آلبانی که در این ایام کمیساریا میخواهد ما را به این ترتیب راضی کنه به وضع قبلی و کوبلر هم توی جیب خودش میریزد، این سابقه ای داره. سابقش از یک سال پیش شروع شده. گزارشات رو از پارسال من دارم. از همون زمان که بحث یک قطع زمین رو نمیدونم اون پلنها و طرحهای مختلف بود که یادتون هست بعد از 19 فروردین، مریم چندین بار فرستاده بود اونجا و وزارت خارجه آمریکا هم از این موضوع مطلع بود. به صورت رزرو هم که شده، به صورت احتیاط هم که شده، مریم چنین چیزی رو میخواست که ما در هر حال یک چنین گزینه هم داشته باشیم. طبعا دلمون میخواست که رژیم و کوبلر توش نتونن خرابکاری کنن. اما اینکه هر جا هم دیدیم تا به حال کوبلر وارد موضوع کمیساریا شده که مأموریتش نیست و ربطی بهش نداره و این برمیگرده به کمیسر عالی، ولی چون این رئیس سازمان ملل تو بخش عراق هست، هی سعی میکنه که نخود عراق شده و اونجا خرابکاری کنه. بعد از بحث‌های خیلی طولانی کشاف، آنچه که ما ارائه کردیم توافقنامه‌ای بوده است، پیشنهادی است به امضای، اگر امضاها رو ببینید، مهدی ابریشمچی، کمیسیون صلح و امنیت شورای ملی مقاومت و نماینده سازمان مجاهدین خلق ایران در شورا. این از طرف مجاهدینه. محمد محدثین، کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت و نماینده ساکنان اشرف و لیبرتی در خارج از عراق. حرف ما این بود است که مقاومت ایران با قدردانی از دولت آلبانی و آقای نخست وزیر موارد زیر رو بر عهده میگیره. میخوام بگم دیگه بیشتر و بالاتر از این واقعا نمیشد که مریم انجام بده. بعدن و در همین اسنا، چون تو این یک سال گذشته خیلی در مورد بحث و صحبت بوده، یک رزرو و یک احتیاطی مریم میخواسته برای ما درست بکنه. در اردیبهشت گذشته، یعنی پنجمین ستون هنوز از اشرف نرفته بوده، این وضعیت خراب لیبرتی رو که دیده این، گزارشاش به مریم رسیده و چند شخصیت آمریکایی وارد این موضوع کردن. تاریخش خیلی مفصله، به چند نکتهش فقط من اشاره میکنم. یکی در 2 نوامبر آبان گذشته، خانم کلینتون با همین آقای سالی بریشا ملاقات کرده و او گفته است که باشه، ما فعلا در قدم اول 210 نفر رو میپذیریم. در 22 نوامبر کمیساریا به ما گفته است ما یه چراغ زرد میبینیم، هنوز سبز نشده. بعدش مستمرن مراجعات مکرر، او گفتن که 210 نفر رو ما قبول میکنیم. دوباره بچه ها سراغ کمیساری ها رفتن با یک لیست 500 نفری. که پس معطل نکن، هرچی رو میخوای، مثلا 200 نفر 250 نفر هرچی رو از اون در بیار. در 12 آبان مجددن خانم کلینتون بعد از ملاقات با نخست وزیر مربوطه میگوید که
طرف پذیرفت 210 نفر رو با آزادی عمل در آلبانی در قدم اول. در روز 2 آذر آقای دنفرید میگوید آلبانی 210 نفر رو پذیرفته. حالا میرسیم به بعد از حمله. بعد از این مینی کاتیوشا، حضرات که میبینن جیبشون خالی است باز دست میکنن تو جیب ما که آقا آلبانی آلبانی آلبانی، بیاین برای مشاوره با آلبانی، انگار که یک چیز جدیدی است. اینها این را به عنوان یک چیز گویا جدیدی که خودشون ابداع کردن، کار خودمون رو خرج کمیساریا کردن که بفرمایید پس وضع رو بیان عادی کنید، که احتمالا بازم خرابکاری کوبلر باید توش باشه. و واقعا هم اگر این امکان در هر حال که بگیم یا رزرو یا احتیاط بسوزه، به اغلب احتمال به نظر من باید خرابکاری و اخلال کوبلر باشه. همین الان این برادر احمد هم گفت که گفتن آقا تو کار کمیساری دخالت نکن، لطفا اخلال نکن، یعنی که مرا به خیر تو محتاج نیست، شر مرسون، چون وارد بشه شر میرسونه، قانونشه. این که نمیده برای ما کار کنه، اومده برای جیب خودش کار بکنه و برای مالکی و رژیم، ولی که اینقدر زهر نمیریخت، ولی نمیگفت که باری کلا دولت عراق میخواد تحقیق کنه، مصحب کن ببینیم چی تحقیق میکنه. دو مورد هم که قبلا بوده برای عراق تحسین که میخواد تحقیق کنه، برای مجاهدین توسری که بگذارند ساکنان کمپ از آزادی های خود برخوردار باشن، منظورش آزادی در خود فروشی است البته، چون دیگه نمیدونیم چه آزادی، هیهات من نزد الله و هیهات از خود فروشی سیاسی. نمیداند که مجاهدین تا دینش درسی خواهند داد، ولو 30,000 زندانی سیاسی در زمان خود.